سلام، من فرشادم و تو این ویدیو که قسمت دوم چجوری پولدار بشیم هستش، میخوام بهتون بگم که چجوری پولدار بشیم. ببینید، گام اول گفتیم بهتون که اول پول در بیارید، خب، و صفرتون رو بکنید یک، و حالا گام دوم یک شدیم، چیکار کنیم؟ باید سرمایه گذاری کنیم. خب کجا سرمایه گذاری کنیم؟ چجوری سرمایه گذاری کنیم که جواب بشه، نتیجه بگیریم؟ ببینید، من یه آمار بهتون بدم. بازار مسکن، دلار، طلا و بازار سرمایه که حالا میشه هم بورس ایران، هم کریپتوکارنسی، هم فارکس، اینا که بازار مالی حساب میشن، زمینه های مختلفی هستند که ما میتونیم توش سرمایه گذاری کنیم. شفاف تریناشون هستن. یه سرمایه گذاری دیگه هم وجود داره، این که مثلا پولتون رو بدید به کسی که مثلا میگم تو بازار هست، اون داره کار میکنه، شما هم شریک بشید باش. اینا میشه فرآیند سرمایه گذاری. خب اولین قدر فکر بگید خب دیگه پول تو ملک و شما پول ملک ندارید و پس چقدر من بدبختم، نمیتونم ملک بخرم، نمیتونم سرمایه گذاری کنم، هیچی. ببینید، توی آمار هر 10 ساله تو ایران رو در نظر بگیرید، هر 10 ساله تو ایران رو در نظر بگیرید، این که دارم میگم 10 ساله یعنی که کلا فرآیند سرمایه گذاری فرآیند طولانیه، آدم سریع پولدار نمیشه، طول میکشه، ولی هر بازه 10 ساله رو در نظر بگیرید، به ترتیب اینجوری بوده سودا، از کم به زیاد واسهتون میگم، مسکن از همهشون کمتر، ببخشید اینجوری بهتره باز بگم، سپرده بانکی از همه کمتر، بعد مسکن کمتر، بعد دلار، بعد طلا و بعدش بازار سرمایه. پس پولتون رو سپرده نکنید. سپرده مثلا میخوام بهتون 20% بدن، تورم سالانه ایران 40% ایستم دارن ازتون میگیرن. ملک چی؟ ملک خوبه ولی همیشه از اونا کمتر سود داده. حالا شما اینجوری نگاه نکنید که یارو رفته زمین شمال خریده، تو 11 سال تو 10 سال زمینش 100 برابر شده. اون ملک قولنامه‌ای بوده، میتونستم قولنامه یکی دیگه هم بیاد پیدا بشه، بگه آقا مال منه، شادم چه واسه چند وقت دیگه پیدا بشه و کلا بخوره زیر میز. خب روی این حساب میخوام بهتون میگم که فکر نکنید حالا اونجوری میانگین، شما بهتون گفتم میانگین ملک توی ایران هر تقریبا 10 سال 11 برابر میشه و بعد از اون دلار، یعنی بیشتر از اون دلاره. پس یعنی شما فقط به جایی که می‌رفتید ملک می‌خریدید، دلار می‌گرفتید، بیشتر رشد می‌کرد پولتون و خود دلار هم باز دوباره خوب نیست. چرا؟ چون خود تورم جهانی رو لحاظ نمی‌کنه. ببینید، ما دلار داره تو کشورمون بالا میره که واژه غلطیه، ریال داره پایین میاد، اینجوری بهتر بگم. علاوه بر این قضیه، خود ارزش دلار هم داره ضعیف میشه. یعنی شما خود اصلا این خارجی‌ها بره تو شبکه‌های اجتماعیشون نگاه کنید، خودشون میگفتن ما قبلا با 100 دلار میتونستیم یه دونه از این چیزایی که تو شهروندا میکشیدن، این جعبای چی بهش میگن، جعبه خرید بهش میگن، چی تو شهروندا ایرانی هم بود، خب که مثلا توش میشد خرید کرد و میریخت توش چرخ داشتش، خب اینا رو پر میکرد، الان پر نمیکنه. چرا؟ چون دچار تورم، اونجا هم تورم داره، همه جای دنیا تورم داره. پس اگه شما فقط دلار نگه دارید، باز هم عقب هستید، بهتر از اون طلا هستش. ولی خب طلا هم باز دوباره یه سری گیر و گورا داره. چی مثلا؟ مثلا طلای نو خوب نیست، اونه که واسه زینتی اینو میندازن. طلای اجرت پایین خوبه واسه سرمایه گذاری. خود واسه تون بگم، سکه، روبه سکه، نیم سکه، اینا نظرمون چیه؟ خود سکه باز بهتر، یعنی بهار آزادی خوبه، خوبابش کمتره. و واسه تون بگم که جور سرمایه گذاری خوب مطرح میشه، از طرفی هم خیلی نقده. خب نه، حتی شما اگه بخواید برید ماشین هم بخرید، میتونید با سکهاتون ماشین بخرید یا مثلا خونه بخرید، یه بخشی میتونید اینا رو بدید. خب ولی مثلا طلای زینتی رو کسی عمرن قبول نمیکنه. از این جهت خب سکه به نظر من خیلی دوست داشتنی تره و واسه بازی بلند مدتی بهش نگاه کنید و امن محکمه. ولی یه نکته، اگه شرایطی دارید که خوب ازش نگهداری کنید بخرید. میگیرید چی میخوام بهتون بگم؟ تو خونه به راحتی ممکنه دزد بیاد و دارایتون رو ببره. پس روی این قضیه خیلی مراقب باید بشید. تا اینجا به نظر من طلا یکی از بهترین گزینه است و بلخص خود سکه بهار آزادی. بپرسید شاید مثلا سکه امامی نظرت چیه؟ نظر من رو سکه امامی نیست، به یه دلیل دیگه که هیچی، و یه دلیل دیگه که بگم، خب حبابش بهار آزادی کمتره، زرنگا خوب فهمیدن. بعد
واسهتون بگم که به غیر از این قضیه، بیشتر از این قضیه، یعنی بخواد چیزی سود بده، بازار مالی با اختلاف تو هر بازه 10 ساله در نظر بگیری جلوتره. یعنی همین بورس ایران که میگید بدبخت میکنه، آقا اصلا اینجوری نبوده. ببینید بورس، واسه تو میگم طبیعت ذات بورس، یه سالای رنج میزنه، یه سالای سقوطی، یه سالای رشد میکنه، و اینا از ناگاهی مردم استفاده کردن. مردم تو زمانی که میخواست حبابش بترکه، یکم زودتر آوردنشون تو سیستم، حسابی فکر میکردن داره میره بالا، حباب ترکید اومد پایین. ولی کسی که مثلا میگم حتی سال مثلا یه دو سال زودتر اومده بود قبل از اون قضیه، خیلی برد کرد. کسی که 10 سال اومده خیلی برد کرده، و حتی کافیه سهامداری کنه. حالا بالاخص که بعضی دوست دارن نوسانگیری هم بکنن بر اساس حالا پارامترهای مختلف. و بغیر از بازار مالی، یعنی بهتر از اصلا بازار مالی بورس ایران، قطعا بازار مالی بین‌المللی مثل فارکس، مثل کریپتوکارنسیه. چرا؟ چون شما میتونید تو اونجا کار کنید، حالا یا استراتژی سرمایه گذاری رو پیش بگیرید، بگیرید نگه دارید واسه آینده. مثلا میگم میکنید شرکت تسلا آینده داره یا اپل آینده داره، میگیرید نگرش میدارید، یا اینکه نه برعکسش میاد نوسانگیری میکنید. این دوتا خیلی خوبن، ولی خب قطعا بورس ایران کریپتوکارنسی و فارکس رو کار هر کسی نیست انجام بده. اگه میتونید کمک بگیرید از کسایی که بهشون اعتماد دارید. ما خودمون خوب داریم سبدگردانی انجام میدیم واسه یه سری افراد، ولی خب اعتماد سخته، بخواد اعتماد کنه کسی، بخواد بیاد پولش به کسی بده. روی این حساب کسایی که اعتماد دارید، بازم دارم میگم خیلی اعتماد دارید، میتونید این قضیه رو بسپارید و جلو ببرید. اینا میشه فرایند اون اتفاق خوب افتادن. و اینم بدونید پولدار شدن یه شبه نیست، سرمایه گذاری نیاز داره، و این سرمایه گذاری بلند مدته. قبل سرمایه گذاری نیاز داره ما از صفر بشیم، یک کسب و کاری را بندازیم، یا یعنی اینکه بریم یه چه کار کنیم، یا پروژه‌ای کار بگیریم، یا مثلا پس پرستاری. اینه که بهتون گفتم که توضیحات بیشترش اون بالا هم اول فیلم میاد، هم اینجای فیلم ان‌شاءالا وسط میاد، میبینید که چی کارا میشه کرد، چی ها گفته بودیم تو قسمت یکش. و من ببینم که نکته دیگه جالب ننداختم. نه ننداختم، تقلب اون پای می‌نویسم که یه چیز جالبونه. اگه سوال داشتید خوشحال میشم تو کامنت بنویسید کمکتون کنم. یا علی، خداحافظ.